در پی روبه وخامت گذاشتن وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی در زندان، فعالان حقوق بشر نسبت به در خطر بودن جان این زندانی سیاسی هشدار دادند. آقای ملکی که با نام مستعار بابک خرمدین وبلاگ می‌نوشت، حدود یک سال و نیم پیش دستگیر و به 15 سال زندان محکوم شده است. در ارتباط با وضعیت این وبلاگ نویس زندانی با احمد رونقی ملکی پدر وی گفتگویی انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای رونقی ملکی، آخرین اخباری که از وضعیت جسمانی پسرتون در زندان دارین چی هستش؟ قبلا کلیه‌اش عمل کرده بودن که پیوند کلیه زده بودن. ایشون رو از بیمارستان آزاد کردن. پزشکان برایشون یه ماه مرخصی داده بودن در منزل. بعد از یه ماه 31 باید می آوردن درمانگاه، مجددا دارو می دادن. از طرف زندان مسئولین بهداری زندان نیاورده بودن و همونطور مونده بود. کلیهش هم پیوند زدن. یه کلیه سطحش 80% از کار افتاده، کلیه راستش 20% از کار افتاده و الان هم بیمارستان بستری است. حالش هم وخیمه، هم بازیاش قبلا زده بودن مشکل داره، هم سرش رو زده بودن به دیوار اونور، اعصابش مشکل داره، هم کلیه‌اش فعلا مشکل داره، تحت درمان در بیمارستان هم بستری است. متاسفم که مسئولین زندان و مسئولین قضایی توجه نمی‌کنن. ایشون باید در استراحت باشه، در منزل استراحت باشه، تحت درمان قرار بگیره. این دستشو پاشو می‌بندن، تحت نمی‌تونه اونور بگرده، نمی‌تونه اینور بگرده. با سه تا مأمور دست پایش کنی بستن ایشون نیاز نیست. ایشون میگن که به این صورت آزاد کنه، فرار میکنه. کجا فرار میکنه ایشون؟ کلیشی 80% از کار افتاده، کلیشی وضعیت کلیشی اینجوریه. باید اینو مسئولین زندان میدیدن که کلیشی دار از بین میره، درمان میکردن، نمیگستن کلیه پسر من از بین بره. کلیه پسر من 80% یکی از کار افتاده، 20% هم یکی از کار افتاده. این نباید اینجوری میشود. الان دو سالی که من کوچه های تهران سرگردان میگردم، کسیم نیست که به من جواب قانونه بده. از پرونده قضایی حسین چه خبر داریم؟ آیا هیچ تغییری در ارتباط با این پرونده ایجاد شده؟ پرونده از طرف بازجویان و مسئول دفتر شعبه 26 برای ایشون پرونده سازی کردن و 15 سال هم بهش زندان حبس دادم. من هم چند تا شکایت کردم، من از متاسفانه توسط نشده دید. آقای ملکی، اگه شما یه روزی بتونین با رئیس قوه قضاییه ایران دیدار کنین، دوست دارین در ارتباط با وضعیت پسرتون بهش چی بگین؟ من کل مسائل مطرح میکنم. باید در کشور ما عدالت حاکم باشه، قانون حاکم باشه. من پرونده پسرم دست ایبین بوده، قرار بود من حضور داشته باشم، وکیل پسرم حضور داشته باشه، تو رو تابیت کنن. یه دستت ها آیه فتداری با کتت با تحت فشار قرار دادن، رو به امضای حکمشون کردن. اینا خلاف قانون بوده. این ظلمی نداره اتهامات دروغ نزدن بهشون. باید کشور ما عدالت حاکم باشه. رهبر هم میگه باید عدالت حاکم باشه، رئیس قوه قضاییه هم میگه عدالت حاکم باشه، کمیسیون حقوق بشر ایران هم در پرونده فقط کلیه مقامات هم نماده و وضعیت پسر من اگه دلم باشه میمیره، کسی هم نیست که جواب باشه. اگر پسر من بمیره مسئول شعبه 26 و بازجویان هستش و مسئولین زندان هستن که توسل نمی کنن. من از مسئولین جمهوری اسلامی مقامات قضایی تقاضای رسیدگی پرونده مدارم. من عنوان ولی پسرم شکایت کرده بودم، تا کنون توسل نشده. این اتهاماتی که زده بودم باید وکیل پسرم هم می بود موقع دادگاه هاش بشه ابلاغ میکردم، خودم هم می بودم. من متاسفم. باید عدالت در کشور ما حاکم باشه. ممنونم از صحبتتون.